It's all right. داوود! داوود عزیز اومده! بگو بیاد با علا! کانسپت اصلی این فیلم در واقع درباره دغدغه های یک کسیه که میخواد از طبقه پایین‌تر یک راهی برای میانبر پیدا بکنه برای اینکه بتونه توی وضعیت اقتصادی بهتر قرار بگیره، در واقع طبقه شو عوض کنه و سعی میکنه از راه قمار، چه در فوتبال و چه در قمار اسب دوانی که مختصه در ایران فقط در منطقه ترکمن صحرا و در گنبد کاووسه که به شکل علنی و قانونی وجود داره، این آدم بتونه در واقع راهی پیدا بکنه که بتونه یک شبه مسیر راه 100 ساله رو طی بکنه. و با خودم فکر کردم که خب پس من در واقع بدمن من تو این فیلم به نوعی خود پوله، یعنی چیزی که اینا دارن دنبالش میگرده کاراکتر اصلی و هر چقدر که بیشتر به دستش میاره در ازاش چیزای بیشتری رو از دست میده. و بخواهم فکر کنم که خب پس دقیق ترین اسمی که میتونه ما به ازای روح این اثر باشه میتونه واحد پولیمون باشه. و یک نکته ظریف نوشتاری هم داشت، اونم این بود که خب فیلم من خیلی فیلم مردونه ایه و بخواهم فکر میکردم که مثلا این تو من خیلی میتونه به شکل بامزه‌ای یه شکل در اینی که خودش اسم خودشه تی دبل او ام ای ان میتونه یه جوری تو فونتای انگلیسیش بازنمایی روح ماچو فیلم هم باشه و فکر کردم که خب اسم درستیه براش و اسم پروژه رو گذاشتیم تو ما. اعلام، جفت شرط های تاتنهام رو گرفتیم، رسیدیم به سقف 1,025,000,000. مهمترین چیزی که من خودم تو مسیر ساخته این فیلم بهش تکیه کردم در واقع شناختم نسبت به جغرافی های ترکمن صحرا بود. تو ما مربوط میشه به اقلیم ترکمن صحرا با فرهنگ ترکمن ها. من اونجا بزرگ شدم و به دنیا اومدم و همیشه برای من مثل یک جور چین چیتای شخصی بود، یعنی خودم فکر میکردم که این یه فضاییه که من بلدمش، مختصاتش رو میشناسم و پر از المان‌های تصویریه، جوری که میتونم اونو جوری از آن خودم بکنم که حرف تازه‌ای باش بتونم بزنم. به نظرم یه دلزدگی در این سالهای اخیر وجود داره تو سینمای ایران نسبت به فضای فیلم‌های آپارتمانی یا فیلم‌هایی که در واقع به نوعی از زیر شنر سینمای هایپر رئالیستی اجتماعی ما بیرون اومدن. خیلی من همیشه دنبال این جواب این سوال می‌گشتم که مثلا سینمای آقای نادری که اینقدر خوب مختصات جغرافی جنوب رو در بافت قصتش آورده چرا دیگه در این سال‌ها مثلا تکرار نمیشه، یا چرا وقتی که ما می‌خوایم فیلم هنری در واقع هنری در گیومه هنری در واقع برای فستیوال‌ها یا برای مخاطب خاص بسازیم چرا اینقدر جغرافیامون یک هویت کارت پستالی پیدا می‌کنه و چرا یک بافتی که بتونه یک کیفیت دراماتیک به شخصیت‌ها بده و یک کیفیت سوبژکتیو برای جهان فیلم بسازه چرا نمیشه، یعنی گیرش کجاست؟ و همیشه فکر کنم بخاطر اینکه آدمایی که معمولا اون لوکیشن ها رو انتخاب میکنن به عنوان بازنمایی جغرافیایی که بستریه که برای اینکه قصهشون رو تعریف کنن خودشون هم نسبت به اون محیط اونقدر تسلط ندارن که، یعنی المان هایی رو برمیدارن که معمولا یک مثلا یک توریست یا یک کسی که اومده موقت در یک مکانی پرسه بزنه اون المان ها رو انتخاب میکنه و من سعی کردم که
به جای اینکه به دنبال این باشم که در واقع به نمایش بذارم یا به نوعی شوآف بکنم ویژگی‌های خاص اقلیمی و محیطی ترکمن‌صحرا رو، سعی کنم که همه اون المان‌ها رو از تو کادرم بذارم بیرون و یه جوری در خدمت جغرافیا، در خدمت قصه و در خدمت سوبژکتیو کاراکتر اصلیم داوود به کار گرفته بشه. چی شد؟ سیتی زد. علی میگفتی وسایل تو برات میفرستادیم، این همه راه نمیومدی تا اینجا. محمد که گفت بزنیم رو دو. بعد از سره. اون دو تا بازی که هنوز گل نداشه، یه شانس دیگه داریم. حالا عزیز بگو ببینم یک یا سه. هر جفتش 0-0 نمیشه عزیز. یک من دیگه نمیگم، بس دیگه. عزیز، یه گل میخوای فقط. به بازیم 0 میشیم. تو عزیز اعتماد نداری من. عزیز، من نمیزنم. هر یه دونه از اون سه تا تشویقا رو خاین. دست جمعی بودا، همه با هم دست میزدن. بگو چی شد؟ ما با هم شروع کردیم. اگه به بازی من با هم تمامش کردم. داوود. بریم رو یک. حرف چه بده تمرکز کنه. خفشو. فکر می‌کنم اولین باری که جرأت کردم که با اینکه تمام استراکچر دکوپاژی فیلم و جهان فیلم رو از پیش ساخته بودم، موقعی که رفتم سر صحنه تمام اون نقاط اتکا رو بذارم کنار و حسی با موقعیت برخورد کنم و خیلی سعی کنم از طریق داوود قصه رو تعریف کنم. یعنی برخلاف دو تجربه اولم که هر کدومشون رفرنسیو با سینما در حال گفتگو هم، مثلا فیلم سوک که برام کاملا مثل یه جور گفتگوه با سینما آقای کیارستمی، یا فیلم بهمن که توش داشتم سعی میکردم برم به سمت سینمای مثلا هدلس وومن مارتل، این دفعه فکر کنم که خب من میتونم جهان قائم به ذات خود این اثر رو بسازم و برای اولین بار انگاری من جرأت کردم که شاید شبیه خودم باشم.